الکساندر وان هافلن وزیر امور دیجیتال هلند در نامه‌ای به کارمندان دولت نوشت روسیه، ایران، کره شمالی و چین نمونه‌هایی از کشورهایی با چنین برنامه سایبری تهاجمی هستند. وبگاه شبکه خبری CNN گزارش داد کمیسیون اروپا استفاده از تیک تاک در رایانه‌ها و گوشی‌ها را به دلیل نگرانی‌های امنیت سایبری ممنوع کرده است. رایج‌ترین توجیه ارائه شده برای این موضوع این است که حضور تیک تاک در ایالات متحده به چین قدرت می‌دهد تا آمریکایی‌ها را کنترل کند، نگرانی که همراه با استقبال گسترده این پلتفرم در بین آمریکایی‌ها تشدید شد. سازمان ملل اعلام کرده است به منظور حمایت از برنامه‌های بازپروری معتادان در افغانستان 24 مرکز ترک اعتیاد در این کشور را تحت حمایت قرار می‌دهد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است به منظور حمایت از برنامه بازپروری معتادان به مواد مخدر در این کشور تعداد 24 مرکز ترک اعتیاد را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. گفتنی است با روی کار آمدن مجدد گروه طالبان در افغانستان، هبت الله آخوندزاده رئیس حکومت طالبان با صدور فرمانی کشت خشخاش را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرده است. در این بیانیه تاکید شده است اگر کسی از این فرمان تخلف بکند کشت او از بین برده می شود و با متخلف بر اساس شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. اداره اطلاعات نظامی وزارت دفاع عراق دیروز شنبه از دستگیری 3 تروریست خطرناک در استان دیالی این کشور خبر داد. اداره اطلاعات نظامی وزارت دفاع عراق در بیانیه اعلام کرد با 2 عملیات جداگانه توسط اداره فرماندهی عملیات در دیالی 2 کمین بین استانهای بغداد و دیالی و روستای فاطمیات ایجاد شد. وی افزود این 2 کمین منجر به دستگیری 3 تروریست تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار شد و 2 نفر از آنها مواد منفجره، پرچم‌های داعش و اسلحه در اختیار داشتند که به همراه اقلام کشف شده به مقامات زیرب تحویل داده شدند. یونیسف اعلام کرد به دنبال مشاهده یک مورد مثبت فلج اطفال در پاکستان واکسیناسیون کودکان را در شرق افغانستان از سر می‌گیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید برنامه تازه واکسیناسیون فلج اطفال را در شرق افغانستان اجرا خواهد کرد، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده و هنوز هم موارد مثبت ابتلا به آن دیده می شود. فلج اطفال بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا، آب آلوده، حمام کردن و آب‌بازی کودکان بیمار در دریاها و یا آب‌های راکد به دیگران سرایت می کند. در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه در مورد وضعیت حقوق بشر در سوریه بحث و تبادل نظر می کرد، مقامات ارشد این سازمان خواستار ایجاد یک نهاد جدید برای کمک به یافتن 10,000 سوریه مفقود شده در سالهای اخیر و برقراری آرامش بین خانواده های ایشان شد. در همین راستا آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهاراتی گفت با ورود به 13 سال جنگ های داخلی بیرحمانه برای مردم سوریه و همچنین زلزله ویرانگر در این کشور، مردم این کشور لایق برگشت صلح و آرامش به کشور خود و دانستن حقیقت در مورد عزیزان مفقود شده خود هستند. در هفته گذشته دولت ملی‌گرای هندو در ایالت کارناتا در جنوب هند در مورد حذف سهمیه آموزشی اقلیت 4% مسلمان این ایالت از طرف رهبران سیاسی مورد انتقادات فراوان قرار گرفت. گفتنی سهمیه این اقلیت مسلمان بین هندوهای این ایالت تقسیم شد.
قابل ذکر است، مسلمانان در حال حاضر در این ایالت در رده ضعیف‌ترین قشر اقتصادی هستند که برای سهمیه مشاغل و آموزشی در این ایالت با دیگر اقلیت‌ها رقابت می‌کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف خواستار کمک‌های مالی اضطراری برای آسیب دیدگان وبا در 11 کشور آفریقای شرقی و جنوبی شد. یونیسف طی بیانیه از کشورها خواست برای ریشه‌کن کردن وبا در میان کودکان این کشورها به این سازمان بین‌المللی کمک کنند. گفتنی است شیوع وبا در کشورهای شرقی و جنوبی آفریقا یک اپیدمی ساده نیست، بلکه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. محققان با بررسی نمونه‌های از ماه که در مأموریت چینی به زمین فرستاده شد، یک منبع جدید و تجدید پذیر آب روی این سیاره کشف کردند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از آسوشیتد پرس، آب در مهره‌های شیشه‌ای کوچکی در خاک ماه و در مناطقی وجود داشت که شهاب سنگ با آنجا برخورد کرده بود. این مهره‌های شیشه‌ای کوچک، براق و چند رنگ در نمونه‌هایی وجود داشتند که چین در سال 2020 میلادی به زمین برگردان. مهره‌های مذکور به طور مداوم آب تولید می‌کنند، زیرا به طور مداوم با هیدروژن موجود در باد خورشیدی بمباران می‌شوند. این تحقیق در ژورنال نیچر جوساینس منتشر شده است. پژوهش مذکور روی 32 دانه شیشه انجام شد که به طور تصادفی از نمونه خاک مأموریت چانگ 5 انتخاب شده بودند.